اگه دوست داری مثل خیلی از پلیرها با هر گانی روی سطح صاف و با اسم بورد شلاقی بزنی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام رفقا، خاک پاتون حسین گیمینگ هستم. قبل از هر چیزی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال منو ساب کنید که بنده انرژی بگیرم و ویدیوهای خفنتری براتون بذارم. تو این ویدیو قراره که آموزش شلاق زدن با اسنوبورد رو پیش ببریم. قبل از هر چیزی سریع بریم سراغ آموزش که خیلی کار داریم. خب اول از همه ما میم اینجا دکمه هایی که ما برای شلاق زدن نیاز داریم و پررنگ میکنم که یه موقع اشتباه نکنید و این حرفا. خب ببینید اینجا دکمه هایی که ما الان نیاز داریم برای شلاق زدن و ما کامل اینجا براتون مشخص کردم. اول از همه ما نیاز به یک اسنوبورد داریم. خب اسنوبورد این دکمه چیزا من پررنگش بکنم. این باتا هم ول کنم ما نیستم. مثل دوستان میگن بادزنی و اینا، ولی دوستان ویدیوهای من جنبه آموزشی داره و اصلا جنبه گیمپلی یا کیل گرفتن این حرفا نیست. خب میام اینجا، بنده گانه دیگه دوستان پیدا نکردم که خراب شده و ای اسنوبورد هم با بدبختی پیدا کردم. ببینید اول از همه ما سوار اسنوبوردیم، میزنیم پیاده میشیم. توی پیاده شدن ببینید یک مکسی داره. ببینید توی اینجا شما کافیه که زمانی که سوار اسنوبورد هستید میخواید پیاده شید، یه بار خروج میزنید، گزینه اول خروج. تو این قسمتی که ببینید، تو این قسمتی که اینجا داریم یه پرش و باک فعال میشه اینجا. خیلی راحت، یعنی راحت تر از این نداره. الان شما تصویر رو دارید روی صفحتون نگاه میتونید که این فرمول داشته که اگر این مراحل قدم به قدم پیش برید موفق میشید. حالا این حرکت رو من اینجا اسلو موشنش میکنم که شما خیلی راحت تر بتونید متوجه بشید. سوار اسنوبوردیم، الان پیاده میشیم بالا، به همین راحتی. دوباره سوار اسنوبوردیم، پیاده میشیم، جامپ، به همین راحتی. اینو من اسلو موشنش میکنم. مراحل رو با دقت دوستان تمرین کنید. به علاوه یعنی هیچ چیزی مثل تمرین نیست و فقط و فقط با تمرین شما میتونید شلاقی بزنید. حالا میریم جلوتر، میگیم که آقا ما تو حرکتیم. خب فقط کافیه که شما قانون رعایت بکنید. قانون رعایت بکنید فرقی نداره که آقا شما نمیدونم چی دستتونه، چه گانی دستتونه، بخواید با گان چپتون بزنید، با گان اولتون بزنید، با گان دومتون بزنید. دوباره من اینجا میگم شما هم حتما یه اسنوبورد پیدا کنید، برید تو نقاط خلوت مپ لند بزنید، به حرف هیچ کسی هم توجه نکنید. سوار اسنوبوردید، پیاده میشید، میپرید بالا، یه جامپ، باک فعال میشه به همین راحتی. ببینید توی ویدیو قبلی که من گذاشته بودم برای شلاق، برای فعال کردن باگ شلاقشون، شلاق زدن باگه، خب نیاز بود که شما این سطح شیبدار داشته باشید، ولی اینجا دیگه نیازی به سطح شیبدار نیست. سوار اسنوبوردید، میپرید بالا، میزنید. خب اینجا هم دو نوع شلاق میشه زد. بدونید که اول سوار این هستید، اسنوبورد میزنید، سری فلفور که بزنید سری اینجوری میزنه، ولی زمانی که شما سوار اسنوبورد هستید میپرید بالا و الان باک فعاله، من هر کجا برم، هر کجای این مپ برم فقط کافیه یه دونه بپرم بالا، باک فعال شده. خب فقط دقت داشته باشید که این نوع شلاق زدن اینجا دو نوع حساب میشه که به زمان بندی شما بستگی داره که کدومش فعال باشه. ببینید این الان شاتگان یعنی شاتگان شلاقی اصلی هستش که الان من فعالش کردم. انمی مثلا اینجاست، اینجاست مثلا. ببینید من دیگه تیر نزدم، اسنایپ پیدا نکردم، من با اسنایپ براتون میزدم خیلی بهتر میشد. و موضوع اصلی اینه که دوستان شلاقی زدن کار خیلی شاخ یا چیزی نیست، فقط نیاز به تمرین و تمرین و تمرین داره که اگر شما تمرین کنید مدام موفق میشید. اگر به شرطی که ویدیوها رو با دقت نگاه کنید و کانال منم حتما ساب کنید 100% شما موفق میشید. ببینید من چون اومدم این طرف انمی نیست، خب دیوایس هم ضعیف شده و لگی دارم میگیرم. ببینید این یعنی میشه گفت شلاقی هست که شما اگر برای شروع از این قسمت هم شروع کنید خیلی خوبه. پس یک بار دیگه من میگم
سوار اسنوبورد هستیم، پیاده میشیم. ببینید سری که پیاده میشیم، پیادهش تو پریدن یاد میزنی بالا، سری دکمه تیر سویچ میکنیم روی گانمون، میپریم بالا و آله برای ما به همین راحتی و آسودگی. ویدیو قبلی گفتم که نیاز به یکم شیب داشت، اینجا دیگه نیازی به شیب نیست، اون باگ ما با اسنوبورد میتونیم فعالش بکنیم. اگر سوالی نظری هست تو کامنت برام بنویسید رفقا. تنها انرژی که من میگیرم با کامنت ها و لایک های این ویدیو که ببینیم چی میشه جلوتر. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید، حتما حمایت کنید. دمتون گرم. یا علی مدد.